شیعیان استان هرا در غرب افغانستان در واکنش به محدودیت‌های اعمال شده نسبت به عزاداران حسینی و در اعتراض به اظهارات اخیر یک مقام طالبان، تجمع اعتراضی در شهر هرات راه اندازی و شعار لبیک یا امام حسین را سر دادند. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. کاروان اعتراضی شیعیان در نیمه شب 21 تیر در خیابان‌های شهر هرات به حرکت درآمدند و شرکت کنندگان در تجمع ایجاد شده با این حرکت اعتراضی انزجار و مخالفت خود را نسبت به محدودیت‌ها و سخنان رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان نشان دادند. ویدیوهای منتشر شده حاکی از آن است که در نیمه شب صدها خودرو متعلق به عزاداران امام حسین علیه السلام با افراشتن پرچم عزاداری در خیابانهای شهر هرات در حرکت هستند. جمعی از اهالی استان هرات به رسانه‌ها گفتند که در پی بروز تنش‌ها میان عزاداران امام حسین علیه السلام و طالبان، شهر هرات حالت نظامی به خود گرفته است. به گفته آنها، شیعیان هرات اعمال محدودیت‌ها از سوی طالبان در قبال عزاداران حسینی را به دلایل سیاسی می‌دانند و به همین دلیل میزان نارضایتی در میان شیعیان نسبت به طالبان افزایش یافته است. این حرکت اعتراضی شیعیان پس از آن راه اندازی شد که احمد الله متقی، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات منصوب از سوی طالبان، را نشستی با علمای شیعه این استان مراسم عاشورا را بدعت دانست و گفت که نیروهای طالبان از بدعت‌های سیاسی و خارجی جلوگیری می‌کنند. این مقام طالبان افزود که در مراسم عاشورا بدعت‌های سیاسی وجود دارد که این بدعت‌ها در قرآن نیست و باید از چنین چیزهایی پرهیز شود. نشست مشترک اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات با علمای شیعه در مورد تامین امنیت مراسم عزاداری عاشورا برگزار شده بود و این مقام طالبان در این نشست تأکید کرد که بر اساس مسئولیت‌ها باید مراسم عزاداری عاشورا در امنیت کامل برگزار شود. گفته نیست که سرکوب نمادهای عاشورا توسط نیروهای طالبان تنش‌ها را تشدید کرده و نگرانی‌ها را در مورد رویارویی احتمالی بین غیر نظامیان و مقام‌های طالبان در این شهر افزایش داده است. در این خصوص صحبت کوتاهی داریم با سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای جاوید، در رابطه با تجمع اعتراضی شیعیان هرات در قبال محدودیت‌های طالبان برای عزاداری‌های محرم و سخنان نسنجیده رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات و تأثیر آن در تغییر رویکرد طالبان، لطفاً برای بینندگان ما توضیحی بفرمایید. با سلام خدمت شما و خدمت بینندگان محترم شما. خدمت شما که اما ابتدای ترین سخنی کلام در قسمت باید بود که طالبان در اصول با مذهب شیعه مشکل دارند و این مذهب جزی از چهار مذهب حق نمیدانند و دمی ولایت هرات قبلا یکی از مولایا بنام مولای نیازی اصلا شیعه را رافضی دانسته و علیه از اینا حکم جهاد نمیخواد قتلام اعلان کنه بودن. ولایت هرات مشیعه‌ای که مربوط به ولایت هرات است یکی از آسیب ترین قشر مردم هستن، چون اونجا یک افراطیت بسیار شدید مذهبیت حاکمیت داره. همین گزارش که شما پخش کردی، گزارش نه تنها در هرات بلکه در اکثر جای این محدودیت‌ها سر از اینا وضع کرده. حتی طالبا یک اعلامیه رسمی برای تمام مساجد اهل تشیع توضیح کرده که در اونجا از اونا خواستن که مراسم مذهبی رو طبق روال قبلی که شیعه در افغانستان برگزار میکنن نکنن، از جمله مراسم سینه زنی، نمیفهم صدای لاسپیکر و بالا شدن و نمیفهم دست خیابان برآمدن، اینا رو تقریبا منع کردن و بنزی مردم بسیار ناراض هستن. حالا گپ اینست که طالبا خب به یک نوعی سر افغانستان حکومت میکنه، اینا هر چقدر مدت روی زن به وجود آورد مردم تحمل کرد، مدتی روی حضور اقوام و مذاهب درون دولت محدود کرد، این را مردم تحمل کرد، منتها
یک چیزی که بسیار مردم افغانستان مخصوصا شیعه افغانستان رویش حساس هم موضوع رسومات مذهبی است، از جمله در دهه محرم. بله. دهه محرم یک موضوع است که بسیار مردم افغانستان مخصوصا به تشیع دهی وابسته است. بعض ساختار از اونها هیچ وقت به نفع طالبان نیست و منجر به جنجال کلان خواهد شد. ما پیشنهاد نمیز که این محدودیت‌ها روی مردم نگذارن و تا ای که قتل عام دیگه صورت نگیره. من فکر می‌کنم که طالبان در این قسمت یک اشتباه را مرتکب شده و فکر می‌کنم در هرات رئیس اطلاعات فرهنگ که محدودیت‌ها را تا بدیت خوانده، اینا یک موضوعات است که آینده بسیار خطرناک و آخر بسیار بدی برای طالبان و برای مردم افغانستان خواهد بود. بله، از شما سپاسگزارم. سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت.